سلام و درود خدمت شما سروران عزیز. یک باقلوای خیلی خوشمزه واسهتون آوردم که با کادایف آماده میشه. خیلی هم آسون و راحته. لیست های کادایف رو از داخل جعبه اول یکم آب بهش بپاشید تا تردی رشته ها از بین بره و راحت بتونید از داخل جعبه برش دارید. منتقلشون میکنیم به یک جعبه و با کره آب شده لایه لایه روش میریزیم. با دست کاملا فشردش میکنیم که از اون حالت تردیش در بیاد و نرم بشه و در ضمن همینجوری هم خوردشون کنیم. کاملا فرزش بدید تا کره به خورده کادایفا بره. خب میریزیم داخل قالب مورد نظرمون و با یه جسمی کاملا فشردهش میکنیم، یا با گوشکوب یا با ته لیوان. میتونین از هر نوع مغز استفاده کنین. من 4 مغز استفاده کردم، شما میتونین از گردو یا پسته خالی هم استفاده کنین، هیچ ایرادی نداره. من 4 مغز ریختم، شما میتونین این کارو انجام بدین. فقط مغزجاتتون رو خیلی لبه کار نبرید، یه فاصله کوچولو بدین چون موقع پخت احتمال سوختنش هست. خب یه لایه پر هم من از پنیر استفاده می کنم. پنیرشو کاملا سطح کارو بپوشونید. تمام سطح کار من پنیر ریختم. ادامه کارمون رو با رشته های کادایفی که به کره آغشته کردم، یعنی یه لایه دیگه هم روی پنیرام کادایف می‌ریزم. کاملا سطح کار رو با رشته پر کنید که پنیرها دیگه دیده نشه. این کار رو حتما با دست انجام بدید. دوباره من سطح کارم هم منسجمش میکنم. شما با یه لیوان فرانسوی هم میتونید این کار انجام میدید. با ته لیوان همین کاری که من با گوشکوب انجام میدم و انجام بدید و کارتون رو فشرده کنید. خب من قبل از این که بذارمش داخل فر، کارمو کاملا برش میزنم به تیکه هایی که مورد علاقه خودم باشه. ببینید با دمای 180 به مدت نیم ساعت بذارین داخل فر تا داغه، شهدشو بهش اضافه بکنید. شربت این کارم توی پیجم هست، میتونید نگاه کنید و تر تریتی بذارید. بعد از نیم ساعت اینم نتیجه کارمون که با قیماق یا بستنی میتونید نوش جونش کنید. نوش جان.